خب سلام بچه ها، روزتون بخیر. میخواستم راجع به یه سری موضوعات صحبت کنیم با هم. الان که این ویدیو رو داریم میبینین، خب من دیگه پیشتون نیستم و خب خودتون میدونید که من تنها سهمیه جدو ایران رو داشتم و به واسطه تعلیق خب این سهمیه ازم گرفته شد و این موضوعات برمیگرده به 2 سال قبل، مسابقات جهانی توکیو که خب من اعزام نشدم به مسابقات و سعید اعزام شد و اتفاقاتی که توی مسابقات جهانی افتاد و به واسطه این خب جدو ایران تعلیق شد. میخوام حالا راجع به اتفاقاتی که توی این مدت افتاده یه ذره باهاتون صحبت کنم. خدمت شما عزیزان هستیم با برگزاری رقابت در وزن منهای 81 کیلوگرم ما بین محمد محمدی بریمانلو از جمهوری اسلامی ایران در همین ابتدای کار. ماشاءالله بریمانلو، ماشاءالله ماشاءالله. محمد محمدی بریمانلو هستم، عضو تیم ملی جدو جمهوری اسلامی ایران. محمد بریمانلو، همین ثانیه های اول محمد محمدی بریمانلو این چهره موفق میشه که مدال برنز وزن منهای 81 کیلوگرم رو از آن خودش بکنه. تبریک میگیم به جامعه جودو، جامعه ورزش کشور. محمد بریمانلو تو سطح کشور جز گزینه‌های بالاخره قدرتمند ما بود. تو اولین مسابقه آسیایی که اومد خوب درخشید، خوب کار کرد. چهره‌ای بود که شناخته شده بود در عرصه بین‌المللی و سهمیه المپیک گرفت، ولی متاسفانه به خاطر تعلیق رشته جودو نتونست به مسابقات المپیک بره. ماشاءالله محمد. حجم پیدا کرد ماشاءالله. خدا با این بدن ما طلا بگیریم. سنسی یه فیلم هم آفتر. ما یه شورای داریم به نام شورای برون مرزی. من میخوام شما رو به عنوان ورزشکار ملی اعزام کنم و مربیمو یه تیم میخوام اعزام کنم به یه مسابقه. شما رو توی نامه تیممو و مربیامو و همراهامو توی نامه معرفی میکنم به شورای برون مرزی. آره، یه جلسه ای رو گذاشتیم و تو اون جلسه تصمیم گرفته شد که تیم نره به این مسابقات. تصمیم ما بر این بود و اعلام کردیم که آقا خب با توجه به این موضوعاتی که هست ما درگیر این موضوعات نشیم. خب تو این مقطع تصمیم گرفته شد که تصمیم وزارتخونه بود که حتما تیم اعزام بشه. میگن آقای بریمانلو رو اعزام نکنه، آقای مولایی با آقای مجید زارعیان اعزام بشه. قرار بود با آقای بریمانلو هر دوتاتون بیاید. چی شد که بریمانلو نتونست بیاد و در اینستاگرام ها از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد؟ احتمال میدادن که شاید بریمانلو دور اول به حریفی از اسرائیل بخواد، چون تو وضعش هم اسرائیلی بود. البته تمام اوزان اسرائیل هستش، یعنی نه فقط تو وضع من، تو تمام اوزان اسرائیلی هستش و به همین دلیل بریمانلو رو گفتن که اعزام نکنیم و منم به همین سادگی و به همین راحتی زحمات یک سال من که تلاش کرده بودم خودم رو به با توجه به آسیب هایی که خیلی دیده بودم، فشارهایی که روی من بود، خودم آماده کرده بودم برای مسابقات جهانی، ولی خب یک روز قبل از اعزام خط زدم منو و مسابقات جهانی 2019 برای من تو همون نقطه به پایان رسید. سعید از سن نوجوانی مسابقه در واقع ورزش جودو رو شروع کرده بود و مدال‌های جهانیان آسیا گرفت. تو مسابقات قهرمانی جهان بوداپست 2017 تو مجارستان تو
تونست بعد از در واقع نزدیک به 10 سال مدال جهانی برای ایران دوباره بیاد توی رشته جودو. کمیته ملی المپیک وزارت ورزش اصلا فکر نمی‌کرد که رشته جودو تو بازی آسیایی بتونه مدال آور باشه. ما تو مسابقات جهانی باکوی آذربایجان حضور داشتیم سال 2018. سعید مولایی برنزش تونست ارتقا پیدا کنه به مدال طلا دست پیدا کنه. سعید مولایی اونجا به رنگ یک دنیا در واقع دست پیدا کرد. SMP Group Times Park 24 Group. من همیشه مسابقه میشد که اینترنت می ایران بودم. مسابقه اولش تموم شد که با من آرش هم به من زنگ زد حواست باشه خیلی سعید حواسش باشه سعید میتونه اینجا مدال بگیره بدنش آماده رو تمام مثلا میشه هر کاری دستم برگیره برای سعید میکنه. مسابقه دوم سعید هم چنون شد مسابقه رو برد اومد بیرون تلفن رو عزیز داره یا زنگ آرش پشت خرد گفت مجید سعید رو قانع کن تو حد مسابقه بعدی بازی. مجید زاهریان به عنوان مربی رفته بوده، آقای زاهریان گوشی رو میده به سعید مولایی که مثلا باهاش صحبت میکنن آره بباز و ما از تقدیر میکنیم و فلان میکنیم، یعنی میگه آقا مسابقه دوم سوم تا فینال اینا به هم نمیخوردن چون که سعید تو مسابقات جهانی رنکینگ آ بود، اسرائیلی رنکینگ ب. این جمله رو مجید رو گفت بابا این دو تا مسابقه که مونده 60 سال اصلا به اینا ببازه، این دوتا حریفاش خیلی گل دارن، یه خورده زمان بهش بده بده این دوتا رو اگر برد اون موقع میگیم. گفت نه دستور از بالاه باید ببارد. مسئولین ورزش میگفتن که نه ما تماس نگرفتیم، مثلا آرش میگفت خب چه موضوع نبوده. اینجا هم اصلا بغض گریه سعیدی گرفت که من نمی بازم، من مدال جهانی رو بازم. یه داد سکورتی رو مادم سمت ما چی شده؟ حالا من سعیدی سپ گرفتم که میزد تو نرد پرده ها، گفتم الان سعید آبرون داری میده، سعید جونم مادر داد داد میزد هلپ می هلپ می کمک کمک. سکورتی اومد سمت ما گفت چی شده؟ دیگه اینقدر داد 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 سعید دوید سمت بیاید. اون رئیس اون جهانی بلند شد گفت چی شده وحید این ماجرا چیه؟ تصمیم زندگی شو در واقع گرفته و اینکه خب رفته بازی کرده بازیاشو، حالا اونجا که با حریف اسرائیلی خب بازی نکرد ولی روند مسابقاتشو ادامه داده و فدراسیون جهانی انگار شرایطی رو برای سعید رقم زده بود که سعید بتونه ادامه بازیاشو داشته باشه. بعد آقای ویزر با سیکوریتی ها بادیگارده خودشون میفرسته میگه سعیدو جدا نگه دارید، حتی نذارید مربی بهش نزدیک شه که بخواد بهش فشار بیاره، اونو جدا میکنن و بعدم که مسابقه این اتفاق میفته ایشون میبازه به واسطه همون سیکوریتی های آقای ویزر ایشونو میبرن همون هتل آقای ویزر رو که از اونجا مثل که با خودش میبره آلمان یا جدا میره، نمیدونم دیگه حالا چه اتفاقی میفته. من اگر به ایران برمیگشتم من رو به المپیک نمی‌بردن، همونجوری که پریماندو به مسابقات نبردن. من خواستم که فقط کمک کردم کمک کنن فدراسیون جهانی به من که من به المپیک برم تا بتونم به آرزویی که دارم برسم. واقعا تشنه مدال، تشنه مدال، مدال گرفتن، خیلی مدال جهانی المپیک دوست داره سنگ. یعنی واقعا همین الانم که باهاش صحبت می‌کنم شبانه روز به عشق اون مدال المپیک می‌خوابه، باورتون نمیشه هر سه تا حرفی که می‌زنه یه حرفش مدال المپیکه. سعید مولایی اگر امروز ایران بود به نظر شما این اتفاق هم نیفتاده بود، آیا تضمینی بود که این المپیک بفرستنش المپیک توکیو؟ آقای 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 اموچا آفر بنداز تو پشت بازو قوس کردن بس کرده حرکت جدا نشو از حریفه، فشارت بیاد فشارت بیاد پرس کن، حالا باید بگیری حالا ادامه ده آفرین
حریف باید تو فشار باشه، حریف باید تو فشار باشه. اصلا هیچ وقت، اصلا من هیچ وقت این چیز به ذهنم نمیرسه که این اتفاق برای من بخواد بیفته. هم هنوزم فکر میکنم مثلا اون شرایط رو مثلا بهش فکر میکنم، میگم چی بود، من چه اتفاقی افتاد که مثلا من این حرف رو زدم، چرا باید این اتفاق باید بیفته. خیلی اصلا از نظر که خودم از شرایط روحیم خیلی به هم ریخت. جهانی باشه، اصلا گنگ بودم، اصلا نمیدونستم دارم چی کار میکنم. بعد اینکه حتی از مسابقات جهانی هم برگشتیم، اصلا یکی دو ماهی خیلی حالم خراب بود. در مقابل کشتیگیر روسیه داشت مسابقه میداد، چهار تخت دوشک اون موقع پهن بود، روی دوشک کناریش کشتیگیر کشور صهیونیستی و کشتیگیر آمریکایی داشتن مسابقه میدادن. دو برنده این مسابقه تو دور بعد طبیعتاً باید رو در روی هم قرار میگرفتن. شب خیلی حالش خراب شد، بعد دیگه من باش صحبت کردم، گفتم بهت نگفت بابا من خیلی زحمت کشیدم برای این مسابقه. دیگه واقعا همین شب با هم اومدیم تو لاوی هتل نشستیم، دیدم اصلا گریه داره میکنه، خیلی ناراحت و خیلی غمگین. و یه پستی گذاشت، یه پست آخرین سنگر سکوت رو گذاشت و خدا علیرضا که 6 ماه محروم شد و بنده هم که تو مسابقات بایرده گفتم باید بازی، 2 سال محروم شدم. باید این اتفاق می افتاد. اگه این اتفاق نمی افتاد، تمام ورزشکارای کشتیگیری کشورمون تا 4 سال نمیتونستن هیچ تورنمنت، هیچ بین مسابقاتی شرکت کنن. هیچ مسابقاتی نمیتونستن شرکت کنن. خب ببینید، همین اتفاق توی المپیک آتن هم برای آرش میرسمایلی افتاد، جایی که خب آرش 2 تا مدال جهانی کسب کرده بود، 2 تا طلای جهانی کسب کرده بود، آماده ترین ورزشکار ایران بود، پرچمدار کاروان بود و یه جور پیشبینی ها این بود که آرش میتونه مدال طلا رو کسب کنه. Demokratia tu Iran, Republik Islamik d'Iran, Islamic Republic of Iran. من در قرعه اول با حریف رژیم صهیونیستی برخورد کرد و شاید لحظات سختی بر من گذشت. خیلی هم گریه کردم از این موضوعی که اتفاق افتاده، چرا من، چرا این قرعه باید این اتفاق بیفته. من اعتقاد خودم است، اعتقاد شخصی خودم است که هر کسی که واقعا پشت بکنه به کشورش، آب و خاکش، وطنش و سرزمین مادریش، قطعا خیانت کرده. این شرایط من برای خودم 3 بار اتفاق افتاده، در مسابقات گرند اسلم آلمان و مسابقات قهرمانی جهان توکیو و همینطور برای سعید مولایی که توی 1 سالی که حالا قبل از اینکه این اتفاق بیفته 2018 4 بار توی 1 سال با حریف اسرائیلی مبارزه نکرد، جایی که خب به عقیده من میتونست خیلی راحت خوشنگ ترین مدال ها رو کسب کنه، ولی حتی 1 بار دست نوازشی از سوی مسئولین ورزش به سر این ورزش خود کشیده نشد و اجازه دادن که این شرایط رقم بخوره. چطور یه ورزشکاری تو المپیک مسابقه نمیده، جایزه نفر اول المپیک و مدال المپیک رو بهش میدیم، تو جهانی مسابقه نمیده، میایم جایزهش بهش پرداخت میکنیم. نمیشه مقطعی باشه، نمیشه مثلا برای یه نفر انجام بدیم برای یکی دیگه انجام ندیم. اینو من خودم پیشنهاد دادم قبلنم تو کمیته ملی المپیک، حالا تو جای دیگه هم، که آقا اگه همچین اتفاقی برای ورزشکار افتاد، این ورزشکار اومد
از خود گذشتگی کرد، نرفت و میدون فلان نکرد، ما باید مثل یه ورزشکاری که مدال طلا گرفته باش برخورد کنیم. هرچی امکانات، هرچی جایزه، هرچی پوان هست که به اون میدیم، باید به اینم بدیم. ولی خب بعد از اینکه برگشت آرش، یه جورایی حمایت همه جانبه از سوی مسئولین ورزش داشت، جوری که خب آرش رها نکردن، حمایتش کردن و اجازه دادن که فعالیت و زندگی ورزشیش ادامه داشته باشه. یعنی شرایطی رو براش فراهم کردن که بتونه ورزش قهرمانیش رو ادامه بده و حالا بعد از اونم حمایت شد و خب در حال حاضرم که تو سیستم مدیریتی سکاندار فدراسیون جدا است. امیر اسماعیلین با کسب 32 رای به عنوان رئیس فدراسیون جودو کوراش و جودیتسوی جمهوری اسلامی ایران، با این انتخاب در فدراسیون جودو پرونده انتخابات رشته‌های رزمی بسته شد. صادقانه بگویم آرش جوان بود و خطا هم کرده. رقابت‌های جهانی 2019 توکیو، جایی که به این مرد سعید مولایی گفته شد باید ببازد تا در دور بعدی با حریف اسرائیلی روبرو نشود. فدراسیون جهانی جودو با انتشار بیانیه ای از تعلیق تمامی فعالیت های فدراسیون جودوی ایران خبر داد. فدراسیون جودوی ایران 21 روز فرصت داره به دادگاه عالی ورزش اعتراض و برجام خواهی کنه. مولایی تابعیت کشور مغولستان را گرفت. من خانوادم رو با المپیک موازی کردم. ما مدارکمون رو برای کس دادگاه بین المللی ورزش ارسال کردیم. چهارشنبه این هفته 26 شهریور دیوان حکمیت ورزش در لوزان سوئیس پرونده شکایت فدراسیون جودو ایران از فدراسیون جهانی این ورزش رو بررسی کرد. شما که حرفاتون رو زدید، مخالفی نداریم. حرفی نزدید، شما همین مردم سوال دارید. چه اتفاقی افتاد؟ دادگاه خوب بود؟ هیچ پاسخی نمیدید. باید میرسفالی پاسخ نمیدید. آقای سجاده. خب میبینید که عزیزان ما از ایران اومدن اما جواب نمیدن. دوستانی که اومدن در دادگاه حضور داشتن اما متاسفانه پاسخگو نیستن. یه جریان سنگین رسانه‌ای تو صدا و سیما رو انداختن که آقای ما داریم میریم کس و ما پیروز میشیم و ما میاییم و اصلا نذاشتن کسی حتی حرف بزنه، حتی بر علیهشون نذاشتن کسی حرف بزنه، حتی کسی نظرش رو اعلام نکرد. اینا عوض که برن صحبت بکنن، یه میش سفیدی ببرن، دوتا بزرگتری ببرن بشینن یه صحبتی بکنن، یه به قول خودشون یه روابط دیپلماسی خوبی ایجاد بکنن، رفتن سریع شکایت کردن از فدراسیون جهانی. رأی فدراسیون جودو ایران در نهایت از طرف فدراسیون جهانی جودو IJF اعلام و جودو ایران به مدت 4 سال تعلیق شده. همه تو ایران میگفتن که ما رأی دادگاه رو میبریم و یه جورایی خب همه ورزشکارا و جودوکارا امیدوار بودن که این رأی شکسته میشه، ولی خب چیزی که مشخص بود طبیعتاً وقتی یه فدراسیون زیر مجموعه در واقع رئیسش و یه فدراسیون بالاتر شکایت میکنه، خب این طبیعی هست که رأی به نفع ایران صادر نمیشه، ولی خب تو ایران یه جور دیگه جلوه داده میشد که خب ما رأی رو میبریم و رأی به نفع ما صادر میشه. بعد از فراز و نشیب هایی که شد و مخالفتی که خود من با اعزام تیم داشتیم، خب تیم اعزام شد و اون ماجراهای سعید مولایی پیش اومد که ادعاهای واهی رو که اونجا انجام داد، اومدن 4 سال رو به عنوان تعلیق در نظر گرفتن که 2 سالش طی شده و 2 سال دیگهش باقی مونده که ما به این رأی باز هم اعتراض کردیم. یه زیرمجموعه‌ای به نام ایران رفت از بالاسری خودش، در واقع از رئیس خودش رفت شکایت کرد و تو بوقکرنا کردن که آره اینطوریه اینطوریه به این صورت به این صورت و متاسفانه خودشون جنجال درست کردن و دیگه از اونجا هم فدراسیون جهانی کوتاه نیومد موضع خودش کرد. اوکی شما رفتید شکایت کردید باشه،
ما هم هست. مصاحبه‌های مختلف و تهمت‌ها و درگیری‌ها و به جای اینکه بیان مدیریت کنن فضا رو آروم کنن، که اگر یک اشتباهی هم یک جوان می‌کنه یا یک ورزشکار می‌کنه بعد بیا کنترلش کنی، به جای اینکه بخوایم جلسه بگیریم بریم با اونجا حلش کنیم، موضوع رو بزرگترش می‌کنیم می‌بریم تو دادگاه ورزش. خب این مسائل به نظرم مدیریتی روش نمیشه، یعنی حداقل به نظر شخصی بنده رئیس کمیته ملی المپیک و وزیر ورزش اصلا براش مهم نیست. تمام هزینه های فکر میکنم این تعلیق رو من محمد بریمانلو دادم و یه جورایی تمام آرزوهای ورزشی من از بین رفت. این اتفاق در واقع برای هر ورزشکاری فکر میکنم اگه قرار باشه بیفته یه جورایی یه سرخوردگی خیلی بزرگی میتونه براش پیش بیاد که قبل از المپیک چنین اتفاق بزرگی براش بیفته و نتونه تو بزرگترین رویداد زندگی شرکت کنه. الان که توی این نقطه هستم فکر میکنم برای من ورزش قهرمانی به نقطه پایانش رسیده و شاید هیچ وقت نتونم به آرزوهایی که طی این سالها داشتم برسم. ببین محمد بریمانلو، من ارتباطی باهاش ندارم اما میدونم که یک نظری درباره رفتن داشت که حتی فدراسیون میراث‌مالی هم این موضوع رو متوجه شدن و پاسپورتش رو نزدیک به یک سال تو فدراسیون نگه داشتن بدون هیچ موضوعی. مسابقات جهانی محمد بریمانلو اسمش توریست بود، من آیدی کارتش خودم گرفتم، بعد بهش گفت بودم ویزا بهت ندادم. دروغ. چرا ما دروغ میگیم؟ چرا همه چی رو سنگ بناش رو دروغ میذاریم ما؟ درست؟ وقتی اینطوری میشه دیگه هیچ اطمینانی دیگه نمیمونه. درست؟ سعید مولایی میاد به حرفتون گوش نمیده. چرا بهش دروغ میگید که ما به جایزه نقدی رو میدیم ولی میان هیچی بهش نمیدن؟ به محمد بریمانلو بودن گفتن که ویزات نیومده، بعد پاسپورت این بچه رو بهش ندادن، پاسپورتش یک سال بیشتر بلوک کردن پاسپورتش رو. تو بخش‌های مختلف دیپلماسی ورزشی عمل کرده فدراسیون کشتی در دوره های خادم واقعا به اعتقاد بنده دوره بسیار موفقی بوده. می‌خواستن تیم ایران رو 4 سال تعلیق کنن و تمام تلاش شاقه خادم کرد که تیم ایران اون 4 سال تعلیقه نشه و این اتفاق پیش نیاد. از کرمی دلاوری از خطه شهر کرج و دیار البرز رسول خادم سرمربی تیم. تاثیرگذارترین شخص روی علیرضا کرمی خود شخص رسول خادم بود واقعا، به خاطر مسائلی که پیش اومده بود. واقعا خیلی آقای خادم اصرار داشت که این جوان رو نباید از دست داد، این جوان رو باید حفظ کرد، بهش فرصت داد مجدد. 8.2 ثانیه فاصله داریم با مدال طلا. یک بار دیگه گرش های شمارش معکوس رو میشمارن. 3 ثانیه 2 ثانیه 1 ثانیه تمام تمام. گلبان یکی روزی به صدا در میاد. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. یه چیزی آقای خادم در وجود عزیز کریمی دیده بود که ایشون رو یه وز حتی 2 وز بالاتر آورد و تونست مدال طلا کسب کنه. بازی های آسیه قهرمان ایران، ماندگار ایران، زنده و جاوید ایران. علیرضا کریمی هم اگه حفظ نمیشد و حمایت نمیشد شاید علیرضا هم هیچ وقت تو ایران نموند. اینکه براش دیدار با رهبری رو فراهم کردن، بعد جایزه معادل طلا رو بهش دادن، استانش در واقع خیلی حمایتش کرد و اینا رو فکر میکنم مدیون حمایت‌های درست رئیس فدراسیون وقتشون بود که حمایتش کرد و حفظش کرد و خب شرایطی فراهم کرد که علیرضا کریمی تو ایران موند و شاید اگه این اتفاق نمی‌افتاد علیرضا هم برای همیشه از ایران می‌رفت. بدنی و هم لحاظ
روحی تمرکز خیلی خوبی رو بازی‌هاش. احباری که سعید مولایی مسابقه نداد میومدی ازش تجلیل میکردی. آقای مولایی بیا این آپارتمان 60 متری مال تو چقدر هزینه داره برای نظام؟ چقدر هزینه داره؟ یا رفتنش چقدر هزینه داره برای نظام؟ اشتباه اونا به خاطر که ما نتونستیم اینا رو تحت بیاد خودمون تحت حمایت خودمون قرار بدیم دیگه. اونم وقتی که ببینه اینجوری میره جایی که ساپورتش میکنن، داداش الان بهش حقوق میدن 5000 دلار 6000 دلار به محمد منصوری و سعید مولایی. تو ایران چقدر بهش حقوق میدادن؟ من به سعید مولایی 2 میلیون میدادم با کلی بدبختی. یا محمد منصوری که اینجا هیچ جا راش نمیدادن، الان رفته اونجا شده مربی سعید مولایی یا داره میشه مربی آلمان. برای چی وایسه؟ برای چی وایسه؟ سعید مولایی جودوکار ایرانی که با پرچم مغولستان به رقابت خواهد پرداخت، در اینجا ممکن هستش که با حریفان اسرائیلی خودش به رقابت بندازه. ورود سعید مولایی به خاک اسرائیل خودش یک مسئله تاریخ ساز بود و شاید این یکی از سیاسی ترین مسابقاتی باشه که در اسرائیل تا به حال برگزار شده. چهار تا تلویزیون نخاله و رسانه نخاله و اینستاگرام و نمیدونم اینترنشنال و من و تو و بی بی سی و فلان هم میان بهره برداری میکنن دیگه. اینا نشستن یه سلاخی از ما پیدا کنن. وقتی توی که میای برنامه تهیه میکنی نمیای روی این موضوع کار کنی، اون میاد از اون موضوع استفاده میکنه، اونا رو میاد هر چیزی که دلش میخواد به زبون اونا میزنه دیگه. من غیر از این، چون که ما نتونستیم کنترل کنیم، نتونستیم حمایت کنیم. من فکر میکنم خیلی از قهرمانای دیگرمون در کشور هستن که این گذشت رو نشون دادن، این حمایت رو نشون دادن از مردم مظلوم فلسطین، ولی در مقابل مورد اکرام مدیران و مسئولین وقت قرار نگرفتن که به اعتقاد بنده تعدادشون هم کم نبوده. Stories are always making headlines here. Israeli athletes boycotted abroad, with sports people from other countries refusing. It is back in the news once again. Algerian judoka announcing his retirement from the sport after being banned for 10 years for refusing to take on an Israeli joker. نعم تلقيت لما وصلت الى الجزائر تلقيت ترحيبا كبيرا من الشعب الجزائري الذي ساندني في قرار مقاطعتي للالعاب الاولمبيه لرفض مواجهه كيان صهيوني، وهذا اعتز به وافتخر به. و اشکر کل شعب الجزائر علی مسانده لی. این مسئله فقط مختص به ایران نیست. کشورهای مختلفی هستن که به لحاظ سیاسی رابطه با اسرائیل ندارن و این کشور رو به رسمیت نمیشناسن. کشورهای مثل تونس، مثل الجزایر، مثل کویت، مثل لبنان، مالزی، اندونزی و جدیدترین مساقی که در ورزش دنیا در واقع همه ما تجربه کردیم در مواجهه با این موقعیت، خب کشور مالزی میزبان مسابقات قهرمانی جهان اسکواش بود در دسامبر سال 2021، اما خب مقامات حکومتی مالزی قبول نکردند که به تیم اسرائیل ویزا بدن و همین موضوع باعث کنسل شدن مسابقات اسکواش در مالزی شد. The World Squash Federation is canceling its World Championships scheduled for next week because of Malaysia's anti-Israel stance and their abject refusal. In Malaysia we have had no diplomatic relation with Israel at all, and we don't think that that they should come to our country because we have no relations with them. مثلا در مسابقات المپیک ورزشکار جودوکار مصری میاد مسابقه میده، مسابقه رو میبازه. خب کشور مصر این کشور اسرائیل رو به رسمیت شناخته و ورزشکار مصر تنها کاری که از دستش برمیاد بعد از اینکه مسابقه رو میبازه اعتراض خودش رو با دست ندادن با ورزشکار اسرائیلی نشون میده. Tunisia boycotted Israel. Now the Olympics are boycotting Tunisia. The North African country wanted to bid to host the 2022 Youth Olympic Games, but the International Olympic Committee says that's a no-go. Why? Because last month, Tunisia banned 4 Israeli athletes from taking part in a taekwondo competition there. یه اصولیه توی حالا ورزش کشورمون که خب ما همه ورزشکارامون میدونن که نباید با اسرائیل بازی بکنن. ورزشکار وظیفه خودش رو میدونه، مدیرها و مسئولا باید وظایف خودشون رو بدونن. در مجموع عرض میکنم اگر قرار هست نبردیش صورت بگیره، قرار نیست من بنی تمیم رسول خادم به عنوان نایب رئیس و رئیس فدراسیون پشت سربازهای خودمون
پنهان بشیم. اگه قرار آسیبی ببینیم باید هممون آسیب ببینیم. پنج صبح یا عصر؟ عصر. چقدر راه داری تا فرانکفورت؟ 3 ساعت. من 1 ساعت و نیم بیشتر با ندارم. حالا فردا میرسم. آقا ولی امیدوارم یه برنامه هماهنگ کنید. یه 2 هفته 20 روز دیگه. خب الان که نمیشه آلمان که اومد، خب؟ ولی یه 2 هفته 20 روز دیگه بیا بریم چیز، بیا ترکیه، بیایم ترکیه. یه همه اینجا لازم بازی کنم. ببینیم ترکیه. شایان به من دیروز زنگ زد گفت باشه بیا ترکیه اینا یه صفایی بکنیم. برداشت گفت که بیا با این مربیم صحبت کن برای لیگمون. لیگ داره شروع میشه. بعد گفت که بیا برای لیگ بازی کنید، هم گلدن لیگ هم سوپر لیگ. گفت اتفاقا سعید هم هست. خودشون باعث شدن که این قضیه بیاد. پس چرا تا اون 2-3 سالی که قبلش این آدم بیاد رئیس فدراسیون بشه، خود توی محمد بریمانو 2-3 بار به اسرائیل خوردی، هیچ مشکلی پیش نیومد. من سعید مالی 2-3 بار خوردم به اسرائیل، پیش نیومد. پس این کسایی که اومدن خودشون باعث شدن که این تعلیق رو به وجود بیارن. خیلی خوب، این داستان مداله که از سکو اومدی پایین، این داستان مداله چی بود؟ محمد من از لب دوشک اومدم بیرون. یه خودت بکنم از این صحنه ها خیلی دیدی. من دوست دارم واقعیت رو بگم. خدای محمد دوست دارم هرک بگم دادم، میگم دادم، اگه ندادم میگم ندادم. حالا فیلم بشم هستش. من از دوشک اومدم بیرون، چند تا خبرنگار اومدن. شانس ما اولیش همون اسرائیلی اومد جلو و تبریک میگم این ور اون ور. حالا من نفس نفس زدن اومدن از مدال دادن اومدم. همون 2-3 دقیقه بعد اینکه مسابقه دادن اومدم سری سرمونی دیدی که خسته شلوغی خوشحالی همه اینا درگیره، نمیدونی چی بگی، نتونستی کنترل کنی. حالا اون خبرنگار یه ذره شیطونی کرد، سری رفت اونجوری گفتش پخش کرد. یه ذره دارم میگم بحث خبرنگاری مردم شد. ولی من بعدش اومدم خودم پست گذاشتم، گفتم آقای اون اگر من گفتم مصاحب کنم اینجوری نبوده. بالاخره آدم اشتباه میکنه فلان. ولی من اومدم بعدش بلافاصله پست گذاشتم، گفتم نه اگه اینجوری باشه خب پس پست نمیذاشتم، بردم آره دادم دیگه. پس اومدم اشتباه هم قبول کردم که آقا سعید مولایی مدالش نداده به کسی. مردم اسرائیل دوست منم، هم با هیچ کسی هیچ مشکلی ندارم، خیلی دوستای اسرائیلی دارم. از همینجا هم به تمام مردم اسرائیل که واقعا همه جوره انرژی مثلا چه برنامه می‌فرستن، از همین جای مدال بهشون تقدیم می‌کنن. یه موقع تو با یه پرچم مغولستان تو کشور مثلا الان مجارستان مسابقات جهانیه دیگه، مثلا می‌خوری به اسرائیل، می‌خوای مسابقه بدی خودت می‌دونی. ولی اینه که بیا انتخاب کنی خودت بری اسرائیل، اینم کار اشتباهه، کار خیلی اشتباهیه به نظر من. بچه مسلمونیم، زیر بار این داستانم نمی‌ریم. اصلا به نظر من این موزه اسرائیل باید زودتر با خاک یکیش کنن، از سطل آب بریزن جمع کنن بره، که این همه داستان نداشته باشیم. نه شما مشکل بخورین، نه ما، نه ورزشکارا، نه مدیرا. ولی این موضوع چون که مدیریت روش نشده، فکر روش نشده، ورزشکاری که بره اون باید تحت پرچم، تحت حمایت کسی که قرار بگیره بهش اعتماد میکنه دیگه. اینا بازیه. من رضا رودکی که حرف میزنم، من بچه پاسدارم، من بچه شهیدم. بابای منو توسط همین نفرات اسرائیل ترور شد. نمیتونم بیان بگن رضا رودکی مثلا ضد نظام میکرد. ما تمام زندگیمون مشخصه، عزیزترین کسامونم توسط همین آدم ها از بین رفتن و داغش همیشه تو دلمون هست. ولی این موضوع به نظر من مدیریتیه. یعنی شما آقا بگو آقا ما به هیچ عنوان همچین کشوری رو به رسمیت نمیشناسیم و به خاطر اعتقادامون مسابقه نمیدیم. من برگشتم ایران و خوشحالم که توی وطنم هستم.
و می‌خواستم یه چیزی رو ثابت کنم، این که برگشتم صرفاً جهت بوده که به خاطر زندگی شخصی برگشتم، چون خیلی بی‌مهری از طرف مدیران ورزش توی این مدت در واقع روی من بوده و این که رفتم مسافرت جهت این بود که خواستم بگم اگه بخوام برم واقعا میتونم و هیچ ممانعتی برای من نداره و هنوز هم خیلی از کشورها هستن که دنبال جذب من هستن، ولی خب خودم ترجیح دادم که کنار خانواده‌ام باشم. این مسافرت چند روزه هم فقط به جهت این بود که یه سری بار روانی رو دور کنم و اینکه یه خورده با خودم تنها باشم و خلوت کنم. اینکه دوباره تو ایران هستم فقط به خاطر خانواده‌ام و دوستانم که دوباره برگشتم در کشورم باشم.